بنام خدا سید بهیر هستم، زاده هستم یک تن از فایتران افغانستان که تجربه فایت در سازمان های مختلف دارم و مدت 5 سال میش تمرین میکنم در بخش های مختلف و پیروزی های زیاد دارم و 3 پیروزی در میرنگ دارم. بریفم کدام گفتنی خاص ندارم، زحمت کشیدیم، توکل به خدا، با بردم مغرور و با باختم مایس نمیشم. بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت الله عادل هستم. در مدت 3 سال میشه که در پیش استاد یکلیل عادل تمرین میکنم که در وزن 65 کیلو در مسابقه دارم در تلویزیون تریسپورت و در 7 مسابقه داشتیم که در کلش بردیم. خب از دان بیننده رسیدیم به یکی دیگر از مسابقه جذاب و دیدنی امروز میان هر دو ورزشکاری که در گوشه سرخ است، سید بهیر حسنزاده از ولایت لوگر هست که 19 سال سن دارد و همچنان 2 رکورد خوب در بخش مبارزات آزاد دارد. حریفش هم حکمت الله عادل از ولایت غزنی هست که 19 ساله است و او هم 65 کیلوگرم وزنش است و 1 رکورد خوب در بخش مبارزات آزاد در کارنامه ورزشیش
داره و هر دو بازیکن را میبینه که در مرکز رینگ هستن. رقص پای خیلی خوب، ضربات لوکیک اجرا میشه از طرف احمد سید بهیر حسنزاده. سید بهیر حسنزاده ورزشکار تنومندی هست که در سازمان HFC چند قبل همونطور که تماشا کردیم تانست اول شود و حالا هم در برابر حکمت الله عادل قرار گرفته است که او هم ورزشکاری خوبی هست در رشته ورزشی. فعلا هم تماشا میکنید هر دو ورزشکار، کمرگیری خیلی خوب از طرف هر دو ورزشکار. سعید بهیر رو میبینید که دستان حریف را خیلی خوب قفل کرده است و در ادامه هم حریفش عادل را میبینید ضربه زانوی قدرتی و پشت پای، حرکت پشت پای از طرف حکمت الله عادل، ضربات مش اجرا میشه. سید بهیر حسنزاده را میبینید که ورزشکار با تجربه ای هست و مطمئنا با آسانی در برابر حریفش تن به شکست نخواهد داد. در ادامه حوالا میبینید در صدد ثابتان روی حریف قرار بگیره، روی پا هست حریفش، البته همونطور که فعلا در مرکز هست مطمئنا حتما سابقه خوب و اجرای خوب در بخش گرابلینگ جوجیتسو داره و بهیر را میبینید که محتاطانه حرکت میگیره. فعلا هم میبینید که گردنش از طرف حکمت الله عادل خیلی خوب قفل شده است. سید بهیر حسنزاده را میبینید روی حریف است، بازم بهیر حسنزاده ضربات مش اجرا میکنه، دست چپی او را نگاه میکنید خیلی خوب از طرف حریفش قفل شده است و در ادامه هر دو ورزشکار را تماشا میکنید که خیلی خوب از حرکات مشت همچنین گرابلینگ خوب استفاده کرده. حرکات پشت سر همه بهیر حسنزاده، ضربات مشت اجرا میشه از طرف بهیر حسنزاده، بازم حریفش خیلی خوب گردن بهیر حسنزاده را باز یک بار قفل میکنه و در ادامه هم بهیر را میبینه که خیلی سرعتی و همچنان تیز دوباره بازی را بر دست میگیره. فعلا هم در تلاش است عملکرد خوبی داشته باشه. حریفش را میبینید بازم تلاش بهیر حسنزاده و حریفش هم خیلی ماهر هست و همین که روی او قرار میگیرد خیلی ماهرانه میتونه گردن او را قفل بکنه و همچنان ضربات را که از طرف بهیر اجرا میشه مهار بکنه. در ادامه تلاش هر دو ورزشکار و پایان راند اول مسابقه. آقای صدیقی در رابطه با این مسابقه هم نظرتون رو میداشته باشیم. مطمئنا هر دو ورزشکار ورزشکارهای خیلی خوب مبارزات آزاد کشور هستند که حالا در برابر هم قرار گرفتند و باید یکی از دو ورزشکار در این مسابقه فیروز میدان شناخته شد. بسم الله الرحمن الرحیم. هر دوشان بسیار خوب تکنیک اجرا کردن و حمله های خوب داشتن و نگفتن هم آنهایی که روز یک شنبه هر کدام از یک الا دو فایت کردن تا رسیدن به فاینل مسابقات. تشکر از آقای صدیقی. البته بخوام که آقای صدیقی در رابطه با مسابقاتی که قرار است در سال 2018 به بیرون از کشور داشته باشم کوتاه اشاره کنم. انشالله سال نو و بعد از سال نو در کشور تاجیکستان قرار شده مسابقات سه جانبه برگزار شود. سه کشور فارسی زبان، افغانستان، تاجیکستان و ایران. ما هم دعا میکنیم برای ورزشکاران عزیز ما که بتونن در بیرون از کشور هم نمایندگی خیلی خوب از ورزش افغانستان و از مردم افغانستان بکنن. هرچند که با صراحت میتونیم بگیم تنها دستاورد خوبی که ما در افغانستان در طی چند سال اخیر داشتیم همین ورزشکارا بوده و همین قهرمانا بوده که تانسته از افغانستان در بیرون از کشور به نام نیکی یاد بکنند و بیرق پر افتخار کشور عزیز ما افغانستان بارها و بارها به اهتزاز سر دارند. راوند دوم مسابقه هم آغاز میشه میان ایدو ورزشکار سعید بهیر، ضربه یه لوکه که فاصله اش دور بود و به حریفش اصابت نمیکنه، اما حالا هم بازم ضربه لوکیک و بازم ضربه در پرکت خوب است ضربه عادل در ادامه ضربه لوکیکی بوده همارا در پایش در هم در ادامه ضربه لوکیک از طرف عادل. عادل هم فوق العاده عمل اکسل عمل داشته و خیلی خوب ضرباتش را تانسته تا اینجا این کار را استفاده بکنه. لوکیک در مقابل از طرف هر دو ورزشکار ضربات گراد و آکن اجرا میشه. بهیر حسنزاده بازم پلاشی رو میبینی که
حرکات خوبی را روی حریفش استفاده میکنه، اما حریفشم عادل یا حکمت الله عادل واقعا ورزشکاری با تجربه هست. هرچند که بهیر حسن‌زاده هم یک تن از ورزشکار خوبی هست در بخش مبارزات آزاد، اما حالا میبینی که حریف حکمت الله عادل شرایط را برش تنگ ساخته، حرکت ساب میشن را در تلاش بوده انجام بده که موفق نمیشه و فعلا هم بهیر حسن‌زاده روی حریف است، حرکاتش را استفاده میکنه و در صدی است که زمینه خوبی را برای اجرای ضربات پشت سر همش مهیا بسازه. گردنش هم خیلی خوب از طرف حکمت الله عادل قفل شده است و در دوام ضربات مشت و همچنان آرنج هر دو ورزشکار هم تماشا میکنه. البته این مسابقه هم برای کسب عنوان قهرمانی در وزن 65 کیلوگرم و بعد از پایان مسابقه برای پیروزی مسابقه کمربندی که از طرف مسئولین این رشته ورشی در نظر گرفته شده است اهدا خواهد شد. واسم بهیر حسن‌زاده روی پا هست، حرفش رو هم تماشا میکنین. بهیر باید تلاش بکنه تا روی حریف قرار بگه که کار رو هم انجام میداد و حرفش رو هم میبینه که همانطور که در عکس العمل دست و پا خیلی خوب بوده در قسمت کشتی و یا اجرای قفل کردن حریف یا همچنان گرابلینگ جوجیتسو مهارت خوبی داشته و دیدین که شرایط را خیلی محدود ساخته برای بهیر حسن‌زاده، با وجودی که ورزشکار با تجربه هست اما در برابر حکمت الله عادل نتانسته آنچنانه که همه ازش انتظار داشته است عملکرد خوبی داشته باشد. 14 ثانیه تا پایان راند دوم مسابقه، حملات پویسر هم هر دو ورزشکار. میبینید که حکمت الله عادل خیلی خوب بهیر حسن‌زاده را قفل کرده، بهیر موفق میشه در ادامه هم حملات پویسر همه مشت و پایان راند دوم مسابقه. استاد صدیقی، میشه در رابطه با اینکه شما در چند سال گیرشته ورشی در افغانستان فعالیت داشتید، در گیرشته ورشی چقدر تانستین ورشکار رو به بیرون از کشور احزام بکنین تا بتونن در بیرون از کشور هم رقابت های خوبی داشته باشه و دستاوردی برای گیرشته ورشی و مخصوصا ورش افغانستان کسب کرده باشد؟ خب ما 3 سال است که در افغانستان گیرشته را جنازه فردوسی ورشای رسمی و ریاست تربیت بدنی ثبت رجستر کردیم. در مدت 3 سال تقریبا 12 دوره برگزاری مسابقات داخلی رو داشتیم بین ولایت‌ها و 3 دوره مسابقات بیرون مرزی داشتیم. 1 دوره در کشور جمهوری اسلامی ایران بود و 2 دوره هم در تاجیکستان. خب در کشورهای مختلف ما دعوت بودیم، مثل اوکراین، مثل فرانسه، ترکیه، اما متاسفانه به نظر به مشکلات ویزا و همکاری بخش فدراسیون ورزشی رزمی و تربیت بدنی نتونستیم به 3 کشور اعزام کنیم. ما امیدوار هستم که در آینده نزدیک بتونم زمینی خوب برای پیشرفتی ورزشکارا و یکی بتونه در بیرون از مرگ در بیه هایکی قدرت من حکمت الله دل را دیدین و باز هم موفق میشه که حریفش را روی رینگ قرار دهد. حملات پشت سر همه سعید بهیر، باز هم حملات پشت سر همه هر دو ورزشکار را میبینید. همونطوری که یادآور شدم، من آرزو دارم که در آینده های نزدیک فدراسیون ورشای رزمی همچنان رشته کیک جیتسو بتونه این ورزشکار که واقعا ورزشکار خوبی هستن و رقابت های خوبی را برامش بگذارن در بیرون از کشور زمینه شما مساعد بسازن تا بتونم برای ملت رنج دیده افغانستان افتخار کسب کنند. باز هم ادامه مسابقه را میبینین، یک عملکرد خوبی هر دو ورزشکار و فعلا هم بهیر روی حریف قرار داده و گردن حریف را میبینین خیلی خوب تانسته قفل بکنه و داور وسط باز هم بازی را متوقف میسازه و دوباره باید هر دو ورزشکار بازی را روی پا دنبال نماید.
حکمت الله عادل، باز هم او را میبینید ضربات پشت سر همه او. باز هم حکمت الله عادل در تلاش است تا بازی را حمله ای و پیش برن. رقص پای هر دو ورزشکار را میبینید. یک دقیقه و 26 ثانیه تا پایان مسابقه از زمان باقی هست. پوزیشن هر دو ورزشکار خیلی هم بسته هست. گارد جمع، حلکات، رقص پای زیبا و حالا ضربه لوکیک اجرا میشه از طرف بهیر حسنزاده و در ادامه هم عادل را میبینید که ضربات پشت سر همه بوکس اجرا میشه از طرف حسنزاده و ورزشکارا هم هر دوش بر اثر عمل کرده که داشت بیرون از رینگ میره که دوباره از طرف داور مسابقه بازی باید در مرکز رینگ آغاز شد. باز هم صحنه‌ای که قبلا دو ورزشکار قرار داشت و حالا هم میبینید دوباره بهیر حسنزاده روی حریفش است و حریفش هم گردن او را خیلی خوب قفل کرده است. در ادامه ضربات انفرادی مشت از طرف بهیر حسنزاده اجرا میشه. 34 ثانیه هم تا پایان مسابقه زمان هست. ضربات پشت سر همه هر دو ورزشکار را میبینید. عملکرد خیلی خوبی دو ورزشکار. ببینید که دست حریف را حکمت الله عادل خیلی خوب قفل کرده است و اجازه هیچ گونه عمل کرده را در مقابل حریفش سعید بهیر حسنزاده نمیده است. سعید بهیر حسنزاده را هم میبینید. بازم ضربات مشتی و اجرا میشه. ضربات مشتی و پشت سر همه اجرا میشه. ثانیه های پایانی رانت پایانی مسابقه است و خودش هم در تلاش است حرکت خوب و همچنان ضربات سنگین رو برای پیروزیش انجام میده و پایان مسابقه. خب بینندگان عزیز، همونطور که تماشا کردین نتیجه این مسابقه هم برمیگرده به تصمیم داورای کنار و برنده این مسابقه هم هست سید بهیر حسنزاده. از محترم استاد عبدالواسع قیومی رئیس سازمان OFC و همچنان مربی تیم ملی مبارزات آزاد کشور دعوت می‌نماییم تا در داخل رینگ تشریف برن و کمربند را برای قهرمان این وزن تفویض نمایند و همچنان از استاد حجت ایوبی نیز تقاضا می‌کنم در داخل رینگ تشریف برن. در این فرصت کوتاه نظر سید بهیر حسنزاده را می‌داشته باشیم. به نام خدا، سید بهیر حسنزاده هستم، یک تن از قهرمانان فری فایت در افغانستان. در قدم اول تشکری میکنم از فامیلم و خصوص از کاکا جانم، تمام کاکایم و پدر جانم که مرا زیاد تشویق میکنه. دوم از استاد های قهرمانم، استاد اجرات الله بی، رئیس سازمان SFC و استاد نصرت الله خونزاده. و تشکری میکنم از هوادارانم که اینجا آمده و خصوص از بچه های کاکایم، از حاجی صاحب سمیر، آقای سادات، حاجی ادیب، از کلگی تشکری میکنم و از همچنان از پارتینرایم حتل جان، احمد الله جان که فعلا در هندوستان است و از برادر قهرمانم که فعلا در هندوستان میبوند. تشکر میکنم از سید بهیر حسنزاده. استاد واسق قیمی باید کمربند را برای قهرمان تفویض نماید. همچنان استاد راشید سید خیلی در داخل رینگ تشریف داشته باشند. سازمان برشان تقدیرنامه مد نظر گرفته تا برشان تفویض نماید. از محترم استاد
غلام ربانی، عثمانی و استاد رحمت الله، همچنان صفی الله، استاد نوری، استاد قدرت و استاد آرش داخل رینگ تشریف داشته باشند، همچنان استاد بریاله، تقدیرنامه ای که از طرف رشته ور مسئولین رشته ورزی که جسته ورشون در نظر گرفته تحفیز نماید. خب از زوی بنده ما هم یک وقفه کوتاه را میگیریم و دوباره برمیگردیم.